در تیتر نخست این مجله. پاکستان می خواهد از بحران مهاجرت افغان‌ها با عنوان یک حربه سیاسی برای مشروعیت بخشی به طالبان استفاده کنند. تانیا کیهان هستم و این هم چند خبر مهم دیگر. دریچه های امید برای آینده شغلی زنان. اگر علاقه مند پیشرفت هستید، همین اکنون گام بردارید. در این پروژه خانم ها در تمام مشاغل فنی و نیز در بخش آیتی در سطوح مختلف آموزش می گیرند. از پرورش کودکان تا آموزش آنان. درباره دوره پیش مکتب تا چی حد می دانید؟ دهی نباید پدرها و مادرها ناراحت شوند، چون وقتی که فارشولی میره بینا وقتشون ضایع نمیشه. سیر به سرزمین آشنایان، زادگاه غولهای بازرگانی جهان چی حال و هوایی دارد؟ درود به شما، اینجا اتریش است و ما از استودیوی تلویزیون اکسوس تا نیم ساعت دیگر با شما میباشم. سقوط کابل و نگرانی از موج تازه مهاجرت ها کشورهای زیاد را به تحرک واداشته تا برای جلوگیری از بحران مهاجرت اقدامات پیشگیرانه ای را روی دست گیرند. در این میان وین هم آرام ننشسته و نشست را با اشتراک برخی از کشورها از جمله کشورهای همسایه افغانستان میزبانی کرد. نشستی که در آن دکتر عبدالله از خطر بحران مهاجرت هشدار داد. جزئیات کامل در این گزارش. بحران در افغانستان بحث و ریزنی در وین. اتریش که در سالهای اخیر به دلیل موضع‌گیری های سختگیرانش در مورد مهاجران افغانستان بیشتر معروف شده، در ماه اکتبر میزبان یک نشست بزرگ برای جلوگیری از بحران احتمالی مهاجرت به ویژه مهاجرت افغان ها بود. هدف این کنفرانس بهبود همکاری میان کشورهای مبدا، ترانزیت و کشور مقصد پناهنده ها بود. در این نشست تاجیکستان و ایران، کشورهای همسایه افغانستان و ترکیه کشور ترانزیت پناهنده ها دعوت شده بودند. از طالبان هیچ نماینده‌ای در این نشست حضور نداشت، اما دکتر عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی یکی از سخنرانان مهم این نشست بود. هرچند طالبان به وی اجازه ندادند که از کشور خارج و در این نشست اشتراک کند، اما او به گونه آنلاین در این نشست سخنرانی کرده هشدار داد: موج بزرگ مهاجرت مسئله زمان نیست، در حال حاضر در حال وقوع است. نماینده های کشورهای همسایه افغانستان نیز در این نشست اشتراک و هر کدام برای جلوگیری از بحران مهاجرت تاکید کردند. معاون وزیر خارجه تاجیکستان گفت ظرفیت پذیرش پناهنده ها محدود است و در حال حاضر بیش از 15,000 پناهنده افغان در تاجیکستان اسکان داده شدند. سفیر ایران در اتریش نیز گفت تعداد پناهنده های افغان در ایران به شدت در حال افزایش است و این خود یک هشدار برای کشورهای دیگر است. ایران بیش از سهم خود پناهنده ها را پذیرفته و اکنون نوبت کشورهای دیگر رسیده است که سهم خود را ادا کنند. در این نشست برخی کشورهای مسیر مهاجرتی به اروپا از جمله ترکیه، یونان و مجارستان نیز حضور داشتند. اما چرا وین از این گونه نشست ها میزبانی میکند؟ در این مورد غلام سرور نیازی کارشناس امور سیاسی میگوید: در سال 2015 چنین یک واقع به اصطلاح به وقوع پیوست که اروپا مرزهای خود برای تمام مهاجرین باز کردن و در اوج حتی مهاجرینی که مستحق نبودن، حتی مهاجرینی که تعدادشان متهم بودن یا مجرم بودن، افراد و اشخاص مختلف در اینجا آمدن و کیس‌های برای خود جور کردن. اینا ترس از این داشتن که مبادا بازم از این فرصت تروریست ها و یا گروه های تروریستی یا مجرمین جنگی بیاین و امنیت اروپا را و یا اتریش را مختل بسازن. دیاسپورای افغانستان در اتریش ظاهراً باور چندانی به این نونشست ها ندارند. آنان میگویند طالبان و پاکستان بحران مهاجرت را برای به رسمیت شناختن طالبان ابزار قرار دادند.
یک نکته یک بسیار مهمه در رابطه با پاکستان. پاکستان نه تنها از مسئله مهاجرت و بحران مهاجرت در افغانستان با عنوان یک اهرم سیاسی و اقتصادی استفاده میکنه، بلکه با عنوان یک اهرم دیپلماتیک برای به رسمیت شناسی طالبا هم استفاده میکنه. اتریش خواست که از این موقع استفاده کنه و در این موقع اساسی که واقعا جهان طرز داره، نه اتریش که به سیل مهاجرین افغان ها به اصطلاح سرازیر خواهد شد، اتریش جلوگیری کرد از این بسیار هوشیارانه، زیرکانه هوشیاری کرد و تبلیغات را انداخت، پروپاگاندا انداخت که ما اتریش افغان ها را دیپورت باید کنیم. به نظر من جامعه جهانی میتونه که از موج مهاجرت جلوگیری کنه به طریقی که می کمیسیون های بشر دوستانه، یعنی کمک های بشر دوستانه خود در داخل خود افغانستان مستقر کنه، جا به جا کنه که هم بتونه مستقیما به افراد نیازمند برسانه کمک های خود و از طرف دیگر میتونه که از موج مهاجرت، از سیل مهاجرت جلوگیری کنه. این نشست در حال دروین برگزار می‌گردد که تعداد زیادی از شهروندان افغانستان با وجود ممانعت‌ها همه روزه در تلاشند تا به هر نوع ممکن راه برای خروج از افغانستان پیدا کنند. جایگاه زنان در دنیای تکنولوژی معلوماتی در آینده در کجا خواهد بود؟ اتریش تا چند سال دیگر به 40,000 نیروی تازه در این بخش نیاز پیدا می‌کند. برخی از نهادها از جمله ایمس از همین حالا زمینه آموزش رایگان را به ویژه برای زنان در سطوح مختلف آغاز کرده است. آموزش هایی که می تواند دریچه ورود زنان به این شغل را تسهیل ببخشد. اتاق خبر به جزئیات این موضوع پرداخته است. به ایمس خوش آمدید، شرکتی که سرنوشت شغلی شما را رقم می زند. این شرکت خدماتی که برای توانمندسازی و اشتغال زایی شما آموزش های مجانی ارائه می کند، در این اواخر خدمات ویژه و مدرن را برای آموزش افراد به ویژه بانوان روی دست گرفته است. خانم اندریا شپرینگر مسئول بخش ایدیو می گوید که یکی از این بخش ها خدمات مشوره‌دهی برای بانوان در بخش آموزش کامپیوتر ساینس یا تکنولوژی معلوماتی است. ما یک ابتکار بسیار بزرگ در قالب برنامه نیو سکیلز روی دست گرفته ایم. در چارچوب آن یک برنامه شغلی برای خانم ها تحت نام خانم ها را برای تخنیک مناسب بسازیم در نظر گرفته شده است. در این پروژه خانم ها در تمام مشاغل فنی و نیز در بخش آیتی در سطوح مختلف آموزش می بینند. این آموزش می تانه که در سطح یک ترننگ حرفه‌ای یا لیر اوز بیلدون باشه، در سطح مکتب در هتیل باشه و یا در سطح تحصیلات عالی در دانشگاه فخوخ تکنیکوم وین. اتریش نیز مانند بقیه کشورهای جهان اول به سوی دیجیتالی شدن روان است. از این روی این کشور تا مارچ 2025 به 40,000 متخصص جدید آیتی نیاز پیدا می کند. بناهن ایمس یا خدمات اشتغال زایی اتریش پروژه های را روی دست گرفته است تا بتواند برای آموزش افراد جدید خود را آماده سازد. در حال حاضر آقای اندریاس کوین با تیمش روی پروژه کار می کند تا بتوانند مطابق نیاز بازار آزاد افراد را در بخش آیتی آموزش دهند. تکنولوژی معلوماتی شغلی است که با سرعت تغییر می کند. به این معنی آنچه را که ما می آموزیم به زودی کهنه می شود. از این رو من در حال حاضر با خانم شپرینگر روی یک پروژه بزرگ کار می کنیم که هدف آن پیدا کردن نیاز بازار آزاد است و همچنان اینکه چگونه بتوانیم افراد را وارد این بازار کنیم. در این پروژه ما افرادی را که دنبال کارند ارزیابی می کنیم که چی قابلیت هایی دارند و به چی آموزش های جدید نیاز دارند، تا اینکه بتوانیم با سرعت برای آنان آموزش های حرفه‌ای را روی دست گیریم. از همین رو ما با اتاق تجارت اتریش پروژه ای را روی دست گرفته ایم تا بتوانیم برنامه های آموزشی را که نیاز بازار آزاد است آغاز کنیم. فوها تکنیکوم وین دانشگاهی است که ایمس با آن همکاری نزدیک دارد. شرکت ایمس بانوان واجد شرایط را در دوره های تحصیلی آیتی با محوریت سمارت هوم و کامپیوتر ساینس با محوریت دیجیتال کمیونیکیشن به دانشگاه معرفی کرده و هزینه تحصیلیشان را به عهده می گیرد. از خانم بیرگتیخی مسئول مرکز معلومات این دانشگاه پرسیدم که برای پذیرش در این دانشگاه چه شرایط را باید بانوان تکمیل کنند.
برای پذیرش در رشته تکنولوژی معلوماتی و یا کمپیوتر ساینس مثل همه رشته ها در قدم نخست به سند فراغت مکتب نیاز است. در دانشگاه ما از متقاضیان یک آزمون رتبه بندی یا رای هونگز تست و نیز یک مصاحبه یا انترویو گرفته می شود. اگر کسی سند از کشورهای خارجی داشته باشد و نمی داند که آیا این سند معادل اسناد اتریش است و یا خیر، ما از آنها تقاضا می کنیم که در قدم نخست باید آن را به زبان آلمانی ترجمه کرده و به ما بفرستد تا اینکه ما آن را ارزیابی کنیم. در بسیاری از موارد ما نیاز به اعتبار سنجی و یا بیگلاو بیگونگ داریم. اگر این سند معادل اسناد اتریش باشد، پس از متقاضیان امتحان تکمیلی یا ارگینسونگسپروفون گرفته نمی شود. این دانشگاه سالانه گنجایش پذیرش 2000 دانشجو را دارد که 400 تن از آنان در دوره های تحصیلی لیسانس و ماستری در رشته آیتی جلب و جذب می شوند. اگر شما نیز علاقه دارید که یکی از آنان باشید، حتما به مرکز معلومات این دانشگاه سر بزنید. Hier kann ich zu den Öffnungszeiten mich persönlich beraten. برای به دست آوردن مشوره های لازم شما می توانید بدون قرار ملاقات به مرکز معلومات بیایید و یا اینکه از طریق تلفن، ایمیل، واتساپ و یا سیگنال معلومات و مشوره های لازم را به دست آورید. ما همچنان برنامه ها و محفل های تحت عنوان بچلر این فوتک داریم که می توانید در آن اشتراک کرده و معلومات لازم را در مورد دوره های تحصیلی این دانشگاه به دست آورید. Für unsere zukünftigen Studierenden, das ist ein Bachelor-Infotag. دانشگاه وین مرکز آموزشی دیگر است که در رشته کامپیوتر ساینس دوره های لیسانس و ماستری دارد. این دانشگاه سالانه 415 دانشجو را در رشته های تکنولوژی معلوماتی و تکنولوژی اقتصادی و به تعداد 70 تن دیگر را در دوره های آموزش های حرفه ای میپذیرد. برای پذیرش در رشته کامپیوتر ساینس در دانشگاه وین متقاضیان باید از یک سو شرایط رسمی دانشگاه را پوره کنند و سوی دیگر شرایط محتوایی را. دانشجویان برای پوره کردن شرایط رسمی باید گواهی نامه امتحان کانکور یا رایف پروفونگس چایگنست و گواهی نامه سی اینز به زبان آلمانی را باید داشته باشند و نیز باید امتحان ورودی یا آوفنام تست را سپری کنند. امتحان ورودی شامل دو بخش است. در قدم نخست یک تست آنلاین ارزیابی خودی که متقاضیان باید خود را در آن ارزیابی کنند و در بخش دوم امتحان ورودی دانشگاه است که در آن مهارت‌های شناختی و درک متن ارزیابی می‌گردد. اما در این تست سوالات حرفه‌ای در مورد رشته کامپیوتر ساینس پرسیده نمی‌شود. اگر شما توانایی این را دارید که بدون حمایت مالی ایمس تحصیلاتتان را در سطح دانشگاه آغاز کنید، پس دانشگاه وین یگانه مرکز آموزشی است که می توانید با هزینه کم وارد آن شوید. در این دانشگاه دانشجویان فقط 20 یورو در هر سمستر هزینه اوهبیت رک را می پردازند. برای به دست آوردن معلومات بیشتر به مرکز معلومات این دانشگاه سر بزنید و یا اینکه در نمایشگاه های تحصیلی آن اشتراک کنید. علاقمندان می توانند برای به دست آوردن معلومات در مورد دوره های تحصیلی ما در نمایشگاه سالانه پراده که یک نمایشگاه شغل و تحصیل است اشتراک کنند. این نمایشگاه امسال شاید در شتت حالی برگزار گردد. سال قبل به گونه آنلاین برگزار شده بود و همچنان آنان می توانند که در نمایندگی های دپارتمنت های ما مشوره های لازم را به دست آورند. این و بقیه شانس های تحصیلی برای شما در رشته کامپیوتر ساینس در اتریش مساعد است. پس آن را از دست ندهید. با استفاده از آن به موفقیت های شغلی در کشور دومتان دست یابید. پناهندگی دنیای پیچیده‌ای دارد، به ویژه برای خانواده هایی که کودکانشان واجد شرایط رفتن به مکتب می شوند، مهاجرت جنجالی و مشکل تر می گردد. در این گزارش توضیح می دهیم که اگر کودکان شما واجد شرایط رفتن به مکتب می شوند، چی مسئولیت های تازه ای در جمع کارهای روزمره ایتان افزوده می شود. پیش مکتب یا فوارشوله، اکثر شما شاید نخستین بار است که این اسم را می شنوید. این دوره یک ساله آمادگی برای ورود به مکتب ابتدایی است. فوارشوله در اتریش برای کودکانی که سطح زبان آلمانیشان پایین می باشد و یا اینکه آمادگی کافی برای رفتن به مکتب را نداشته باشند اجباری می باشد.
از خانم اولریکا رودگنس، مسئول دپارتمنت ارتقای زبان آلمانی در اداره آموزش وین پرسیدم که والدین چگونه بدانند که فرزندشان واجد شرایط مکتب است و یا اینکه باید دوره یک ساله پیش مکتب را بگذرانند. اداره آموزش اتریش یا بیلدونگسدیرکتیون برای والدینی که فرزندانشان از لحاظ سنی واجد شرایط مکتب می شوند تا یک نامه اطلاع می دهند که کودکانشان واجد شرایط رفتن به مکتب شدند. از این رو پدران و مادران باید پس از دریافت این نامه برای ثبت نام کودکانشان با اداره مکتب در تماس شوند. در پروسه ثبت نام اداره مکتب تصمیم می گیرد که آیا این کودک واجد شرایط مکتب است و یا اینکه باید دوره پیش مکتب را بگذراند. در پروسه ثبت نام از اطفالی که چند زبانه هستند تست زبان آلمانی یا میکدی تست نیز گرفته می شود. در Sprachstand in der Unterrichtssprache Deutsch getestet. از اینکه کودکان پناهنده چند زبانه هستند، در بسیاری از موارد دوره کودکستان برای آموزش زبان آلمانی برای آنان کفایت نمی کند. از این رو این کودکان باید حداقل یک سال دوره پیش مکتب و یا کورس‌های زبان آلمانی را سپری کنند. از بانو ریحانه، خانم اتریشی افغانی تبار که یکی از فرزندانش دوره پیش مکتب را می‌گذراند، پرسیدم که آیا کودک او نیز مشکل زبان داشته است؟ دخترک ما به خاطر از اینکه آلمانیش ضعیف بود، از خاطر باید فارشولی باید برد، چون در صنف اول آمادگی باید بگیرن که دویچشان خوب باشن، از او خاطر باید فارشولی اینا برن. کسایی که مثلا دویچشان خیلی ضعیف می باشن، اینا باید فارشولی را باید بخوانن که در سال آینده اینا کدام مشکل نداشته باشن. اما همه مکاتب در اتریش دوره یک ساله فارشولی را ندارند. در صورتی که مکتب فرزندتان این دوره را نداشته باشد، پس کودک شما با عنوان دانش آموز غیر رسمی در صنف اول ابتدای ادغام می شود. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. اساساً دو گزینه در مکاتب وجود دارد. یکی دوره پیش مکتب و دیگر ادغام کودکان به عنوان دانش آموزان غیر رسمی در صنف اول مکاتب. این تصمیم را مکتب مربوطه می گیرد که آیا صنف پیش مکتبی برگزار می کند و یا اینکه کودکان را در صنف اول ادغام می کند. Gehen entweder in eine Vorschulklasse, wenn der Standort diese anbietet, oder integrativ in eine erste Klasse Volksschule. از خانم رودگنس پرسیدم که دوره پیش مکتب چه فوایدی برای کودکان دارد. مزایای دوره پیش مکتب این است که در این دوره درجه بندی و یا بینوتونگ وجود ندارد. در این دوره کودکان در بخش‌های آموزش زبان، آموزش اولیه ریاضی، مهارت‌های حرکتی و روابط اجتماعی آموزش می‌بینند. بانو ریحانه نیز با تایید سخنان خانم رودگنس می‌گوید که در این نباید پدر و مادر ناراحت شوند، چون وقتی که فارشولی میره اینا وقتشان ضایع نمیشه، هنوز اینا یاد میگیرن، آلمانیشان قوی میشه که به صنف اول باید برن، آمادگی خوب میگیرن، در اینا باید ناراحت نباشن. شاید برای بسیاری از شما سوال برانگیز باشد که فرق بین سال اخیر کودکستان و پیش مکتب که هر دو دوره برای آمادگی به مکتب است چیست؟ کیندرگارتن bereitet vor auf die Schuleinschreibung. کودکستان کودکان را برای ثبت نام در مکاتب آماده می سازد. اما زمانی که این کودکان در پروسه ثبت نام واجد شرایط شمرده نمی شوند، بنابراین باید در پیش مکتب راجستر شوند تا این دوره آنان را برای صنف اول مکتب آماده بسازد. Als Vorbereitung für die erste Klasse Volksschule. پدران و مادران در اتریش در کنار پرورش فرزندانشان باید در بخش آموزش آنان نیز سهم بسزایی بگیرند. این مسئولیت ها برای والدین پناهنده که از یک سو بلدیت چندان با زبان آلمانی ندارند و از سوی دیگر با سیستم آموزشی جدید آشنا می شوند، مسئولیتی است بسا پیچیده. از این رو مگیسترات 17 برای آموزش این افراد پیشکش های ویژه ای را به زبان مادری آنان در این اواخر روی دست گرفته است. برای معلومات بیشتر حتما به وبسایت و یا فیسبوک این ارگان سر بزنید. در مورد زادگاه و جغرافیای آدم‌های مشهور خیلی کنجکاو هستیم. اما در مورد شرکت‌ها و غول‌های بزرگ تکنولوژی و بازرگانی چی؟ در این گزارش لیزا کیهان شهری را به شما به معرفی می‌گیرد که جدا از زیبایی‌های چشم فریبش، محل تولد بزرگترین برندها از جمله آمازون و استارباکس نیز است. سیاتل، شهر شاداب و همیشه بهار.
زیبایی چشمگیر آبراهه‌ها، ساختمان‌های بلند، مناطق سرسبز، جنگل‌ها و کوه‌های پوشیده از درختان، سیاتل را به یکی از زیباترین و پربازدیدترین شهرهای آمریکا مبدل کرده است. این شهر مرکز ایالت واشنگتن است که 100 مایل با جنوب کشور کانادا هم سرحد است. از این سرحد همه ساله پیش از شروع پاندمی کرونا تعداد زیادی از پناهجویان به گونه غیرقانونی وارد کانادا می شدند. یکی از ویژگی‌های متمایز مرکز شهر ساحل سیاتل است که به خاطر غذاهای بحری شهرت فراوان دارد. رستوران‌های متعدد کنار ساحل شما را با غذاهای بحری پذیرایی می‌کند. برای مشاهده منظره منحصر به فرد شهر سوار کشتی‌های سیاحتیان شوید. کشتی‌های کروز و کانتینری نیز در این ساحل آبراهای مشترک دارند. بندرهای تجارتی پر سر و صدای آن همیشه یادآور میراث کهن دریای سیاتل است. آنسوتر در نزدیکی همین ساحل اکواریوم سیاتل قرار دارد، مکان دیدنی که سالانه حدود 800 هزار بازدید کننده دارد. این اکواریوم محل نگهداری انواع مختلف حیوانات بحری است، از ماهی های رنگارنگ گرفته تا ستاره های بحری. در بازگشت به مرکز شهر به بازار پر جنب و جوش می رویم که توجه خاص ساکنان و گردشگران را به خود جلب می کند. از اینجا شما می توانید تازه ترین غذاهای دریایی را که از شمال غرب اقیانوس آرام آورده می شوند بخرید و همچنان با تولید کننده های محلی که کالاها را به بازار می آورند آشنا شوید. این بازار دارای دکانها و غرفه های غذافروشی و مغازه های سوغات فروشی است و جالب این که اولین دکان استارباکس امریکا در آن موقعیت دارد که مشتری ها فقط برای خرید یک گیلاس قهوه و چای ساعت ها صف می کشند تا نوبتشان برسد. این ساختمان بلند و مدرن دفتر مرکزی شرکت آمازون پنجمین شرکت بزرگ آمریکایی است. این شرکت یکی از تأثیرگذارترین شرکت‌های اقتصادی و فرهنگی و یکی از برندهای با اعتبار دنیا است. مؤسس این شرکت جیف بیزوس در سال 1994 در همین ایالت آغاز به کار کرد. دفتر مرکزی شرکت که در رقابت با اپل قرار دارد نیز در همین شهر موقعیت دارد. مایکروسافت شرکتی که در دنیای کامپیوتر و نرم افزار شهرت جهانی دارد. این کمپانی در سال 1975 توسط بیل گیتس تأسیس شد. موجودیت این سی کمپانی بزرگ باعث شده تا سطح اقتصادی زندگی باشنده های ایالت واشنگتن و دستمزد کارگران آن در جایگاه دوم در جدول رتبه بندی در سطح آمریکا قرار گیرد. اما دستمزد کارگران شهر سیاتل مرکز این ایالت با ایالت واشنگتن دی سی قابل مقایسه است. یکی از مشهورترین مکانهای گردشگری شهر سیاتل سپیس نیدل است. شما می توانید با لفت به بالای این برج مرتفع بروید. از بلندایان می توانید مناظر زیبای شهر را از ارتفاع 158 متری تماشا کنید، به ویژه منظره غروب خورشید را. دانشگاه واشنگتن یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین دانشگاه‌های ساحل غربی شمرده می‌شود که در سال 1861 میلادی تأسیس شده است. ساختمان اصلی دانشگاه در شهر سیاتل قرار دارد، اما در دو شهر دیگر ایالت واشنگتن نیز نمایندگی دارد. این دانشگاه در مجموع بیش از 500 ساختمان دارد و در محوطه بیش از 20 میلیون متر مربع بنا گردیده است. یکی از بزرگترین سیستم کتابخانه جهان با بیش از 26 کتابخانه از آن این دانشگاه است. در خزانه سال 2020 از این دانشگاه بیشتر از 35500 دانشجو فارغ شدند. موزیم فلایت سیاتل در فاصله 15 دقیقه رانندگی از مرکز شهر واقع شده است. این موزیم شگفت‌انگیز هواپیماها و سفینه‌های فضایی زیاد را به نمایش می‌گذارد، از هواپیماهای برادران رایتس گرفته تا جت‌های مدرن ملکی و نظامی.
باغ شیشه‌ای چیوهولی را می توان یکی از خلاقیت‌های دیگر شهری سیاتل نام برد. هم اشیای این باغ از شیشه و با رنگ‌ها و دیزاین‌های مختلف ساخته شده است که چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند. آبشارهای سنوکوالمی یکی از محبوب‌ترین جاذبه‌های دیدنی ایالت واشنگتن است. سالانه بیش از 1.5 میلیون بازدید کننده از این آبشارها دیدن می‌کنند. کمی دورتر از این آبشارها کوههای به نام راتل سنیک یا کوههای مارزنگی قرار دارد که زیباترین جای برای کوهنوردی و دوش است. برای تماشای این همه زیبایی‌ها از نزدیک حتماً به این شهر در فصل تابستان سر بزنید، اما یادتان نرود که همیش باید یک چتری به همراه داشته باشید، چون این ایالت هر چند روز یک بار شما را با باران نم نم پذیرایی می کند. گزارش زیبایی بود. مطمئن هستم که شما نیز از تماشای آن لذت برده اید. در لحظات پایانی مجله خبری قرار داریم. برای آگاهی از مطالب بیشتر به صفحه فیسبوک، یوتیوب و اینستاگرام ما سر بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.